سلام بینندگان گرامی، روز 9 مرد سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان که گفته می شود چند نهاد مخالف حکومت تاجیکستان را متحد می کند، برنامه عمومی سیاسی خود را برای تاجیکستان نشر و پهن کرد. در آن وضع فعلی تاجیکستان بحرانی عنوان شده، در 10 فصل اصلاحات این وضع پیشنهاد گشته است. هنوز از طرف حکومت تاجیکستان واکنش به این برنامه دسترس نشده است، ولی ادعاهای آمادگی مخالفان به تطبیق این برنامه و بردوش گرفتن مدیریت کشور بحثهایی را به میان آورده است. در این رابطه صحبت داریم با رهبر پیمان ملی تاجیکستان محترم محی‌الدین کبیری که در خط با ما قرار دارند، و در آغاز می خواهیم در چند جمله به طور فشرده جناب کبیری این برنامه را شرح می داد که یعنی پیام اساسی آن از چه عبارت است. مرحمه. درود بر شما و به بینندگان شما. پیام اصلی این برنامه را اگر در چند جمله ما مختصر کنیم، این است که تاجیکستان در یک بحران بسیار شدید اقتصادی و سیاسی قرار دارد و باید که این وضعیت به زودی اصلاح شود. در صورت اصلاح نشدن وضعیت در کشور، این روند به پایان رفتن یا به سمت انزوا رفتن و پایان رفتن اقتصادیات، سیاست و فرهنگ تاجیکستان ادامه خواهد داشت و پیمان ملی تاجیکستان هم این برنامه را در همکاری با کارشناسان، با متخصصان وطنی و طبیعی است که با نظر داشته وضعیت اقتصادی و سیاسی تاجیکستان برنامه ریزی کرد و بالای این برنامه بیشتر از یک سال کار شروع شد. البته هم آهنگی و صحبت با کارشناسان بروقت‌تر شروع شده بود، 2 سال پیش، اما ما تلاش کردیم که این برنامه را طرز آماده کنیم که از چند ویژگی برخوردار باشد. ویژگی اول این که این باید خیلی مختصر و فهما دسترس برای مردم، چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ شکل باشد، و فرقیت جدی از برنامه ها و دورنامه هایی که تا امروز برای تاجیکستان چه از طرف حکومت چه از طرف سازمان های دیگر داشتند فرقیت داشته باشد، زیرا تاجیکستان تا امروز حداقل حکومت 10 برنامه و دورنامه برای رشد کشور را تهیه کردند، معرفی کردند، اما هیچ کدامی از آنها نتیجه مثبت نداد. بنابراین پیمان ملی تاجیکستان تلاش کرد که این برنامه خود را با ویژگی های دیگر و بیشتر عملگرایانه، بیشتر منطقی و نزدیک به واقعیت های کشور معرفی کند. بله. و البته ما می توانستیم این برنامه را وسیع تر کنیم، اما به این نتیجه رسیدیم که بهترش که ما 10 سمت اساسی فعالیت کشور را انتخاب کنیم و تا اینکه این برنامه تبدیل به یک برنامه وسیع نشود که قابل درک و تا قابل بله ما هم برنامه شما را ورق زدیم، واقعا از 10 باب و 74 فصل یا که قسم عبارت است، و ببینید حکومت تاجیکستان نیز برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت خود را در مسائلی هایی که در برنامه شما آمدن اعلان داشته است، چه اصلاحات ساختاری یا مبارزه با فساد و تروریسم یا رشد کشاورزی و معارف و فرهنگ و غیره، برنامه شما از آن چی فرق دارد؟ همین هم میخواستم این نکته را بیان میداشته. بله ببینید، اول اینکه برنامه ما از طرف خود متخصصان وطنی آمده شده است و با نظر داشتی وضعیت تاجیکستان. شما درست قید کردید که در دالانهای حکومت 10 برنامه های اقتصادی، دورنامه های استراتژی وجود دارند و در میزها در روی استالهای حکومتداران خوابیده است، اما یگان نتیجه نداد. سبب اساسی این است که هیچ اراده برای عملی کردن این برنامه ها نیست. یکی از نکته های اساسی برای تطبیق هر برنامه، چه اون برنامه حکومتی است چه برنامه نیروهای اپوزیسیونی، این داشتن اراده برای عملی کردن اون است. فرق ما از حکومتداران این است که آنها برنامه ها را برای گرفتن گرانت، برای وانمود کردن در نزد جامعه جهانی و سازمان های بین المللی این که دنبال اصلاحات هستند و می خواهند برنامه های اصلاحاتی را راه اندازی کنند، اونا با اون خاطر میکنند. اما برنامه ما ویژگیش در این است که خود پیمان ملی تاجیکستان اراده دارد که این برنامه را تطبیق کند. ما برای آماده کردن این برنامه و برای عملی کردن آن از هیچ کسی توقع گرانت یا یگان هدیه دیگر نداریم و بنابر همین ما دعوامون یا نظرمون این است که برنامه ما عملی شونده است، و زیرا نکته اول این اراده در ما وجود دارد،
نکته دیوم این که این برنامه با واقعیت های تاجیکستان در نظر گرفته شده. پس چرا در این برنامه حکومت تاجیکستان عملا کارناشایم دانست شده است؟ حالا که در جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان حکومت از دست آوردهایش در این مدت گزارش داده بود و تحلیلگران بی‌طرف نیز میگن به هر ترتیب حکومت تاجیکستان کامیاب بوده است. و چی دلیل ها آن کارناشایم دانسته می شود در برنامه شما؟ خب دلیل کامیاب بودن این یا آن حکومت چند نکته است. یکی این رشد اقتصادی، دیوم ثبات سیاسی، نیکو احوالی مردم، وضع حقوق بشر و چندین تا مشخصات های دیگر هست که به کامیاب بودن یا ناکام شدن این یا آن حکومت بها داده می شود. تاجیکستان امروز در قطار 20 کشور فقیرترین دنیا هست. تاجیکستان جزو 8 کشور سرکوبگرترین دنیا هست. تاجیکستان امروز دارای ضعیفترین اینترنت هست و نه تنها ضعیفترین بلکه گرانترین اینترنت هم در سطح جهان. تاجیکستان در جمله کشورهای هست که حقوق بشر در آن پامال می شود. پس چگونه می توان این گونه حکومت را حکومتی موفق گفت و فعالیت های مثبت؟ من گفتم که حکومت این حرفا نکتایی که شما میگوید رد میکنه و ببینید به صورت عموم این برنامه‌ای که سازمان شما پیشنهاد کرده است برنامه اصلاحات بنیادی به نظر میرسد. برای یعنی که تطبیق آن چقدر مبلغ ضرور است و آن از کجا دسترس کرده خواهد شد؟ در این باره میخواستم چند. بله این سوال کلیدی است. مبلغ در داخل تاجیکستان هست. کسی فکر میکند که برای عملی کردن همه گونه برنامه باید که از بیرون مبلغ آورد، این اشتباه است. زیرا تاجیکستان اونقدر مبلغ کافی دارد. برای مثال شما ببینید که بودجه سالانه حکومت در سال 2022 نزدیک 2.5 میلیارد دلار است. در صورتی که خود مهاجرین ما در یک سال اطراف 4 میلیارد دلار فقط از طریق بانک ها به کشور میفرستند. اگر ما مجموع عمومی مبلغ هایی که مهاجرین به کشور میفرستند چه از طریق بانک ها و چه از طریق خش و تبار یا راه های گوناگون، من فکر میکنم که 2 یا 3 برابر از بودجه امروزه کشور بیشتر است و با نظر داشت اون سطح کروپسیه که در تاجیکستان هست برابر یا حتی بیشتر از بودجه دولتی باز دزدیده میشود. در مجموع من فکر میکنم که مبلغی که در اختیار حکومت میتواند قرار بگیرد در یک سال نه کمتر از 10-12 میلیارد دلار باشد. ما با باوری کامل میتوانیم بگیم که با این مبلغ میتوان همه گونه اصلاحات اقتصادی و سیاسی را در داخل کشور بدون جلب آوردن مبلغ های خارجی آغاز کرد. اما یک نکته را باید اینجا تاکید کنم که سازمان های بین المللی در صورتی که واقعا احساس کنند که برنامه اصلاحاتی وجود دارد و اراده برای آن هست، باز علاوتاً میتواند این گونه روندهای اصلاحاتی رو هم کمک کنند. فهما بنابر این حجت یعنی برنامه سیاسی شما، یعنی مخالفان وضعی را تصویر میکنند که گویا حاکمیت به دستشون درآمده است الکی و در 3 سال اولی بعد از امام علی رحمان آن را عملی میکنند. آیا این یک خیال پروری نیست به نظر شما؟ چگونه چنین حالت به میان خواهد آمد؟ اینو میخواستم شرح بدم. به هیچ وجه این خیال پردازی نیست، زیرا هر نیروی اپوزیسیونی باید آماده باشد، برنامه آماده داشته باشد که از روز اول به قدرت رسیدن باید فعالیت خود را آغاز کند، اصلاحات را آغاز کند. ببینید تا امروز اپوزیسیای تاجیکستان را به نظر من تا جای عادلانه انتقاد میگرفتند که تنها حکومت را تنقید میکند و هیچ برنامه الटरनेटیوی برای عمل کردن ندارد. امروز دیگر به نظر من این انتقاد باید از بین برود. البته می تواند خودی برنامه مورد تحلیل و انتقاد قرار بگیرد، اما این که دیگر اپوزیسیای تاجیک برنامه عملی ندارد به نظرم این دیگر زیادتی خواهد بود و بنابر همین پیمان ملی تاجیکستان باید برنامه خود را نه برای آن، ما دعوا نداریم که الکی حکومت در دست ما افتاده است، نه، ما دعوای آن را داریم که از روز اولی که این حکومت از قدرت دور می شود و حکومت نوی ملی می آید در دست ما یک برنامه هست که می توان از روی آن عمل کرد. یعنی موقع شما موقع انتظاری است، منتظر می شد کی حکومت برکنار می شد، بعد شما این برنامه تون پیشنهاد می کنید، بعد می خواهید مدیریت را به دست گیرید همینطور؟ نه، این برنامه بعد از رسیدن به قدرت است یا برنامه بعد از برکنار کردن حکومت حاضره. اما برنامه چگونه به قدرت رسیدن در این مدت، این برنامه کاملا دیگر است و این برنامه را معمولا حزب و حرکت های اپوزیسیونی
رسانه‌ای نمیکنند، اعلان نمیکنند. اگر این برنامه ها رسانه‌ای شود، اعلان شود، دیگر اون برنامه رسیدن به هدف نیست. دیگر اون طبیعی است که طرفی دیگر، اونه که میخواد قدرت رو در دست خود نگه بدارد، باز برنامه های برای عکس العمل آماده خواهد کرد. بنابراین فرض کردیم در حکومت تاجیکستان، ببینید در حکومت تاجیکستان تغییرات به میان آمد، خب یعنی که باید یک قدرت دیگر به سر میز نشیند. شما فکر میکنید که PMT پیمان ملی تاجیکستان به سر قدرت میبیاد؟ نه، ما به هیچ وجه دعوای اون را نداریم که پیمان ملی تاجیکستان به تنهایی به سر قدرت میاد. اگر شما در مقدمه این برنامه اهمیت داده باشید، یکی از طرف های اجرا کننده این برنامه میتواند پیمان ملی تاجیکستان باشد، یا پیمان ملی تاجیکستان میتواند با دیگر نیروها در عمل کردن این برنامه و در اداره کردن حاکمیت شریک باشد. اما اگر هر نیروی دیگری هم که میتواند این برنامه را عملی کند و واقعا ما احساس کنیم که یک نیروی ملی هست، پیمان ملی تاجیکستان میتواند بدون شرکت در حاکمیت از او پشتیبانی کند. اما این خوب است یا بد است؟ متاسفانه الان بغیر از همین نیروهای اپوزیسیونی که در خارج قرار دارند، یگان نیروی دیگر دعوای آن را به شکل آشکار نکرده است که میخواهد به سر قدرت بیاد و حاکمیت را از دست این حکومت امروزه کرپسیونی بگیرد. بله، اما محترم جناب کبیری، آیا گفته میتوانید پیمان ملی تاجیکستان چقدر اعضا و پیرو دارد و در داخل تاجیکستان چقدر تاثیر و نفوذ دارد؟ یکی از کارشناسان آن را مخالفان فیسبوکی می نامد. آیا با پایگاه اجتماعی در کشور یک گروه سیاسی چیکار کرده می تواند؟ اولش اینکه پیمان ملی تاجیکستان عضویت ثابت ندارد، تنها حزب و حرکت ها می توانند عضو پیمان ملی تاجیکستان باشند. و شما می توانید سوال کنید که مثلا سازمان هایی که عضو پیمان ملی تاجیکستان هستند چقدر اعضا دارند. این یک. دوم اینکه در تاجیکستان امروزه نه امکانیت معین کردن اعضا و طرفداران این یا آن حزب هست و نه ضرورت هست. در صورتی که اگر ما بگیم که برای مثال در داخل کشور فلان مقدار طرفدار یا اعضا داریم، بلافاصله روز دیگر وضعیت این اعضا و طرفداران ما بد خواهد شد و شما میدونید که حکومت تاجیکستان به مدت طولانی افرادی که نزدیک به ما هستند زندانی میکند، آنها را مورد شکنجه قرار خواهد داد. بنابراین کسانی که اپوزیسیای تاجیکی را به اپوزیسیای فیسبوکی یا فیکی متهم میکند، پیش از همه یک بار نگاه کند که آیا حکومت تاجیکستان حکومتی هست که اپوزیسیا بتواند نماینده های خود را، اعضایان خود را در داخل کشور معرفی کند یا نه. بنابراین ما به این گونه توطیه ها داده نخواهیم شد و همون گونه که حکومت در تاجیکستان است، اپوزیسیا هم همون است. یعنی در همه گونه در هر کشور حکومت و اپوزیسیا آینه یکدیگر هستند. اگر اپوزیسیای تاجیک ضعیف است، قوی نیست یا فیسبوکی هست، پس بدانید که حکومت جمهوری تاجیکستان هم همین است. اگر تاجیکستان دارای یک حکومت قوی مردمی و در صحنه موجود می داشت، شک نیست که اپوزیسیای او هم در داخل کشور می بود، قوی می بود و به طور آشکار در چارچوب قانون عمل می کرد. بله. به هر ترتیب اجرای این برنامه که منتشر شده است، یعنی برنامه سیاسی شما، به کمک کی یا کیها وابسته بوده می تواند؟ به کمک خود مردم، چون عامل اصلی عملی شدن این برنامه خود مردم است و فلسفه این برنامه هم همین است. اگر شما در مقدمه و در تمام این داخل برنامه از اول تا آخر اگر مشاهده کرده باشد، در تمام مرحله های عمل کردن این برنامه نقش مردم، نقش ملت خیلی روشن و بارز است. زیرا برنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تمام ساحه های دیگر به خاطر مردم پیش بینی شدند و مردم باید که در این کار شریک باشند. برای مثال اگر ما اصلاحات نظام انتخاباتی را پیش بینی میکنیم، این معنی آن را دارد که انتخاب کننده، یعنی هم خود مردم، باید هم شرکت کند، هم نظارت کند و هم نتیجه این انتخابات را ببیند. یعنی عملی کردن این برنامه با کمک مردم، با پشتیبانی مردم صورت خواهد گرفت. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، صحبتی داشتیم با محترم محیدین کبیری، رهبری سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، درباره برنامه نوی اینهاد که روز 9 مرد نهایی و پخش شد. و من میرزانبی خالقزاد بودم در استودیو. خدا نگهداری شما. سلامت باشید. خدا نگهبان.